سلام، عرفان سلیمی هستم با قسمت 9 در فصل قصه گل تگر که اختصاص داره به زمستان 1492 ترانه. امروز خیلی وقتتون رو نمیگیرم، هیچ از اینکه اصلا راجع به این مسئله صحبت کنیم. اگه دوست داشتین ما تو یوتیوب سابسکرایب کنیم، اینستاگرام فالو، همین اگه دوست داشتین، اگر نوشتین که همین که ما رو میبینید خیلی ممنون و خوشحالیم. ببینید، چندین ساله که وضع ترانه خیلی بد شده، مود ترانه ها خیلی بد شده. آنچه که میشنویم مخصوصا برای مخاطب که ترانه خوب شنیده بد به نظر میاد، اما خب از اون طرف این ترانه های این مخاطبات پاپاگورس نوجوان ها و کسایی که در اوایل جوونن، یعنی تا مثلا 22 23 سال، خب چرا میشنون و چرا ما دوست داریم و چرا اینقدر اختلافه، چرا اینقدر بحث در این حال این کنسرت ها پر میشه و در این حال همون مخاطبه اگه مثلا موین بیاد تا ترکیه میره کنسرت موین نمیبینه. ببینید، مسئله اینه که یکیشون به روزه روز داره کار میکنه، حتی با ترانه غلط داره یه سری حرفا رو به صورت تکس، حرفایی که جوانای ما دوست دارن میزنه، یه سریش هم یکشم نوستالژی که پدر مادر اون جوان و نوجوان رو دوست داره، اون جوان و نوجوان رو همراه کنه. که گرچه من معتقدم شما وقتی تو خونه موسیقی خوب ترانه خوب پلی کنی، جوانت کمتر میره سمت مثلا ساسی یا یه سری چیزایی دیگه، به کارهای روز اینجوری که تاریخ مصرفش هم اندازه خوردنی آدامس. این دوتا ژانرش با هم فرق میکنه، اون نوستالژی یه اتفاقه، این روزم لازمه باید باشه. ما خیلی وقتا به این ترانه امروز منتقدیم، خیلی وقتا بهشون تاختیم، اما باید باشن. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه فرق کار خوب و بد مشخص میشه. در دوره که من تینیج بودم، من از شکم مادرم به دنیا نیومدم، داریوش گوش نمیدم، ابی گوش نمیدم، من اندی کوروس گوش میدم. من تا 61 و سال 68-69 که اندی کوروس اومد، اون موزیک تینیج ما توپولی ریزه میزه انقدر بلا نمیشه، برای کسی که فن داریوش بود اون ترانه فوش بود. خب اون ترانه رو کی نوشته؟ اگر اشتباه نکنم یا لیلا کسرو نمیشه یا ژاکلین نمیشه، اینا ترانه سرای قدر مملکت ما، اما اون ژانره به درد اندی میخورده و باید ساخته میشده تا بچه ها و نوجوان ها اون موزیک رو گوش کنن. ژانر انتخابی اندی اون بوده. بگذریم از این که اصلا نباید بگذریم از این که همون ژانر ترانه نوجوانانه افت کرده الان. خب البته چون دوره عوض شده، چون دیگه احترام به کلام اینقدر وجود نداره و من نمیتونم یه بچه 13-14 ساله رو مجبور کنم که تو باید بری داری، نه، اون باید خودش بره پیدا کنه، اون باید بره این ترانه های غلط به لحاظ دستوری و ترانه های سطحی به لحاظ گفتار رو بشنوه و یواش یواش قدم برداره سمت ترانه درست، اون که علاقهش به موسیقی که میخواد بشنوه به ثبات برسه. اما میخوایم ببینیم که چرا یه سری ترانه ها میمونه که حتی همین نوجوان ها جوان ها زمزمش میکنن. ببینید، این ترانه ها اولا که این ترانه که میمونه خیلی اصول و فن صحیح ترانه نویسی رو رعایت کرده، چیزی که ما الان تازگی شروع کردیم و داریم تدریسش میکنیم، و معمولا ریشه در علاقه های ریشه ای انسان ها داره، یعنی از سطح فاصله میگیره. یعنی اگه عاشقانه است یه عشق عمیقه، اگه علاقه به وطن خیلی عمیقه، اگه از درد غربت میگه خیلی عمیقه و در این حال داره به زبون ساده است، این ترانه ها میمونه. اما متاسفانه ترانه ای که حالا اسم ترانه روز مطرح میشه خیلی دغدغه‌های سطحی جوونه ما داره میگه. میگه آقا من مثلا تهش میگه دلم برات تنگ شده، مشروب میخورم، مواد میزنم، حالا فردا یه چیزی میشه دیگه. اما بازم میگم باید مدارا کنیم، مایی که الان توی موسیقی هستیم، توی ترانه هستیم، باید با شنیدار نسل جوانمون مدارا بکنیم. ما نوجوانو باید مدارا کنیم که از این دوره گذار به سلامت بگذره، چون هر چی شما بخوای در برنامه های مختلف فقط بگید داریوش، ابی، جنت یتایی، قنبری، خب اون بیشتر زده میشه. مثل این که اون باید درس کلاس اولش رو بخونه، من درسای دانشگاه مقطع کارشناسی رو دارم، قطعا پس میزنه، به سمتش نمیره. هر دو تا ژانر رو رعایت کنیم، لحاظ کنیم. قطعا این ژانر ترانه روز هم اگر یک مقداری سری اتفاقای درست بیفته از این وضع فاجعه بار نجات پیدا خواهد کرد، کما اینکه تهیه کننده های ما هم مسبب این وضع فاجعه بار این ترانه ها هستن و از نیروهای استفاده نمی کنند که حتی میتونن ترانه روز رو با رعایت قواعد صحیح و در واقع نوع روایت صحیح وارد مارکت
این مدل ترانه ها بکنن. این تا بعد چند دقیقه راجبش صحبت میکردیم و فهم کنم که اگر نقد ترانه و هممون در ترانه نوشتن و شنیدن در مرز اعتدال حرکت بکنیم، اتفاق بهتری برای موسیقی و ترانه ها میفته. من عرفان سلیمی خیلی خوشحالم که تونستم چند دقیقه در این مورد این مسئله مهم باهاتون صحبت بکنم. ما رو ببینید و اگه دوست داشتید دنبال کنید در اینستاگرام، یوتیوب نوا ترانه. خدا نگهدارتون باشه تا بعد.